اینها یواشاش آمدن در ارکان حکومت قرار گرفتن، در حکومت مذهبی، در مناصب قضایی، سیاسی، اجرایی حتی قرار گرفتن. اینها به تدریج زیر پوست جمهوری اسلامی نفوذ کردند و اون تفکر سنتی که اساساً با مفهوم انقلاب و حتی حکومت مذهبی هم مخالف بودن یواشاش به قدرت رسیدن. تا زمان که آیت الله خمینی بود اینها خیلی امکان نفوذ نداشتن، چون ایشون نسبت به اینا حساس بود و به خصوص سال آخر هم خیلی هشدار میداد نسبت به کسانی که اساساً با انقلاب و با اسلام انقلابی میانه ای ندارن. بعد از فوت ایشون اسلام آمریکایی خطاب، بله، نه تحت عنوان اسلام آمریکایی نام میبرد. بعد از ایشون و این سیر ادامه پیدا کرد، یواشاش همون افراد در فناه رهبری جدید به قدرت رسیدن که نمونه شاخص اینها رو فرض بفرمایید که بخشی از انجمن حجتی میتوان نامید و به خصوص در حوزه سردمدار این تفکر هم آقای مصباح یزدی بوده و هست. و بعد در دوران آقای خاتمی بازی خود ضعیف شدن. در دوره اساس تفکرشون چی چی میگن در واقع چی میگن اساس تفکر؟ البته آقای مصباح با اون مهدویت گرایی با هم متفاوته. اینها اساسا به طور ذاتی و بنیادی با مفاهیم مدرن، با آزادی، دموکراسی، حقوق بشر امثال اینها مخالفن. معتقدن که بین اسلام و مدرنیته یک تعارض ذاتی و بنیادی وجود داره. حالا یک کسانی هستن که سنتگرا هم هستن که همین حرف میزنن، تا سیاسی نیستن، مثلا دکتر سید حسین نصر کم و بیش اون هم همین حرف رو میزنه، منتها او سیاسی نیست، اون بحث تو سیاست و حکومت و قدرت نمیاره، فقط یه بحث فلسفی داره در ارتباط با نقد مدرنیته یا تعارض بین اسلام و مدرنیته. ولی کسانی مثل آقای مصباح یا این نوع افراد سنتی، اینها سیاسی هم شدن و بنیادگرا هم هستن، با توجه به تفکر بنیادگرایی اون وقت در حوزه قدرت هم اظهار نظر میکنن. اینها معتقدن که اون چیزی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، در قانون اساسی اول آمده تحت عنوان جمهوری اسلامی که جمهوری با اسلام با هم دیگه نمیخونه، یا آزادی هایی که تو قانون اساسی آمده این با اسلام نمیخونه، رأی، انتخابات، پارلمان، اکثریت، اقلیت با اسلام نمیخونه، همون تفکر شیخ فضل‌الله در دوران مشروطه داشت. این همینجور ادامه پیدا کرده و اینها اگر به قدرت برسن یه روزی واقعا چیره بشن، اینها طور کلی مفهوم جمهوری رو برمی‌دارن، جاش می‌ذارن حکومت اسلامی، همونجوری که در قبل مطلب بود. حکومت اسلامی هم در شیعه بعد از دوره امامت معنای مشخص و روشنی نداره که منظور حکومت اسلامی چیه. من فکر می‌کنم این حکومت رو میتوان معادل خلافت اسلامی در اصل سنت در عالم سنت دانست، چیزی که مثلا شبیه حکومت خلافت عباسی، اموی یا عثمانی دانست. اما یک چیزی جدیدی بر اون اضافه شده و این مسئله مهدویت گراییه که امروز در تفکر دولت نهم و شخص آقای احمدی نژاد متجلیه. اینها هم یک گروهی هستن که تبار تاریخیشون تقریبا به اساس صفویه برمیگرده، شاید به شاه اسماعیل بگیم به طور خاص برمیگرده، که اینها معتقد هستن که ما ارتباط خاص با امام زمان داریم، گاهی ادعای مثلا ارتباط با واسطه، گاهی حتی ادعای بی واسطه دارن و معتقد هستن که ما به اصطلاح از طرف امام زمان مأموریت داریم، کارهایی که میکنیم تابع اونهاست، تابع نظر اونهاست و اونها مورد تایید اونهاست. اینها اون مرجعیت و نهاد سنتی مرجعیت رو برنمیتابن. به همین دلیل هم هست که در طول این 4 سال دولت احمدی نژاد که ضمن اینکه خیلی اسلامگرایی غلیظی داره، ضمن اینکه نمیدونم خیلی خودش متشرع نشون میده، اما در عین حال بیشترین اعتنایی نسبت به نهاد مرجعیت وجود داشته تا اونجایی که الان در واقع به نوعی به تعارض رسیده. بنابراین من اینجوری میخوام بگم که این نوع تفکر الان داره غلبه میکنه، اما غلبه کردن اینها به نظر من تقریبا ناممکنه و اگرم اتفاق بیفته یه سال دو سال چند سال ممکنه. با موضع‌گیری آقای خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد که علنا و رسما از آقای احمدی نژاد حمایت کرد و گفتن ایشون تفکراتش به من نزدیکتره، آیا به این معناست که آقای خامنه ای هم به این طرز تفکر در واقع گرویده؟ ولی سابقه ای آقای خامنه‌ای اگر در نظر بگیریم از قبل از انقلاب، خب با این تفکریشون نمیخونه، یعنی سابقه فکریشون نمیخونه. حالا چه تحولاتی در این سالها در ایشون اتفاق افتاده من دقیقا الان نمیتونم ارزیابی روشنی ازش داشته باشم یا به دلایل مشخص اشاره کنم، ولی تصور من این است که حمایت ایشون از آقای احمدی نژاد رفتی به مهدویت گرایی و رفتی به بسیار از افکار اندیشه‌ای ایدئولوژیک احمدی نژاد نداره. آقای احمدی نژاد یه ویژگی‌ها و خصوصیاتی داره که رهبری اون رو میپسنده، همونجور که در نماز جمعه گفتن ایشون این ترجیح میده مثلا بعد یک آدمی مثل آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی یا آقای موسوی یا آقای کروبی ترجیح میده. اون ویژگی ها یکیش این است که بسیار بسیار ایشون در اموری که اصطلاح مورد رهبری هست تابع هست، اطاعت میکنه،
و از سوی دیگر هم یعنی در امور خاص مربوط به رهبری، نه در ارتباط با فقه و اجتهاد اینها، و از طرف دیگر هم آقای احمدی نژاد در ارتباط با مبارزه جهانی و استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا و حمایت از فلسطین و کمک به حزب الله و امثال اینها، این با این تفکر آقای خامنه‌ای سازگاری داره، به خاطر اینکه خود ایشون هم در گذشته همین نوع تفکر رو داشت. واقعیتش اینه که از این نظر به تفکر ایشون نزدیکه، و از همه مهمتر در انتخابات اخیر دیگه بحث‌های مؤلفه‌های جدید هم وارد تحلیل میشه. مثلا از جمله اینکه خب ایشون بالاخره بعد از 8 سال اصلاح طلبی که آقای خامنه‌ای میانه‌ای با اون نداشت، از اون دوران هم راضی نبود، که فکر میکردن این پرانتزی که بسته شده دوباره به اصطلاح نمیخوان بازش بکنن، این بار آقای خاتمی رو بالاخره با هر لطایف الهی از دور خارج کردن، فکر کردن کار تموم شده، و از ناحیه آقای کروبی هم چندان احساس جدی نمی گرفتن. ولی بعد آقای میرحسین موسوی وقتی که آمد، آقای خاتمی اصلاح طلب اومدن پشتش، بعد این موج عظیم سبز سرتاسر ایران رو فرا گرفت و بعد این رأی بالای هم آوردن، به نظر من احساس کردن که دیگه دوباره داره همون وضعیت گذشته برمیگرده، شاید این دفعه مطالبات مردم هم فوران میکنه، بیشتر خطرناکتر میشه. بنابراین قبل از آنی را که کار به اونجا برسه، با این کودتای انتخاباتی سعی کردن که دیگه آقای احمدی نژاد نگه دارن. بنابراین آقای احمدی نژاد رفتی مهدویت نباید داد در اینجا، مربوط مثل سیاسی هست. و خیلی متشکرم آقای حسن یوسفی شهوری از شرکتتون در برنامه. سرخط خبرها در فرصتی که داریم تا پایان ساعت اول چشم‌انداز، مجموعه منحصر به فرد رسانه‌ای با تحلیل‌های مستند و جامع و با نگاهی بی‌طرفانه. اینا چیزای تازه‌ایه که هر کدومش توی یه بستر تاریخی کاملا جای نگاه کردن خیلی جدی داره. با